وقتی از محلی میگذشت کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه چه کسی این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ عیسی جواب داد: نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روزه است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمی تواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت: برو و در حوض سیلوها، یعنی فرستاده، چشمهای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز بازگشت. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند: آیا این همان شخص نیست که مینشست و گدایی میکرد؟ بعضی گفتند: این همان شخص است. اما دیگران گفتند: نه، این شخص به او شباهت دارد. ولی او خودش گفت: من همان شخص هستم. از او پرسیدند: پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت: شخصی که اسمش عیساست گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدند: آن شخص کجاست؟ پاسخ داد: نمیدانم. آنها آن مرد را که قبلا نابینا بود نزد فریسیان بردند، زیرا عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود. در این وقت فریسیان از او پرسیدند که چگونه بینا شده است. آن مرد به آنان گفت: او روی چشمانم گل مالید و من شستم و حالا می توانم ببینم. عده‌ای از فریسیان گفتند: این شخص از جانب خدا نیست، چون قانون سبت را رعایت نمی کند. دیگران گفتند: شخص گناهکار چگونه می تواند چنین معجزاتی بنماید؟ و در میان آنان دو دستگی به وجود آمد. آنها باز هم از آن شخص که نابینا بود پرسیدند: نظر تو درباره آن کسی که می گویی چشمان تو را باز کرد چیست؟ او پاسخ داد: او یک نبی است.